علیه. یو سلام بچه ها، امروز با یه ویدیو متفاوت اومدم. میخوام ببرمتون دبای فستیوال سیتی، یه جای خوشمزه میشه گفتی. هیچی نمیگم، فقط من فقط یه توضیح ریز دادم که با هم دیگه بریم. بیشتر رو توضیح میدم که چیکار میخوام بکنیم امروز، ولی اول از همه یادتون داره که چنل حتما سابسکرایب کنید، این ویدیو اگه خوشتون اومد لایک کنید و کامنت بذارید. اگه از این سطح ویدیو بیشتر میخواید توی چنل ببینید، حتما بهم بگید که سعی کنم بیشتر بذارم. دیگه بیشتر از این وقتتون نمیگیرم، موضوع خودتون باشین، برو بریم. خب ما دیگه از خونه اومدیم بیرون، اینجا هم باید حتما ماسک بزنی، این کرونا پوستم رو کنده و اگه نزنی استفاده دارم جریمه داره و باید بزنیم دیگه، ولی واسه سلامت خوب. خب یه توضیح ریز میخوام بدم، حتی ریز که نه، توضیح کامل میدم بهتون دیگه. دوبار فستیوال سیتی که معمولا اینجا نمیگن دوبار فستیوال سیتی، معمولا مخففش میگن دی اف سی. من خودم به شخص خیلی وقته که نرفتم دی اف سی، مثلا میتونم بگم آخرین باری که دی اف سی رفتم حدودا 3-4 سال پیش بوده، ولی دیروز یکی از رفیقان یه چیزی واسم یعنی رفته بود یه جایی تو همون دی اف سی. قضیهش این بود که یه مقدار پول میدی، هر چقدر بخوای مرغ سوهاری میخوری، و من تصمیم گرفتم که آقا چرا اینقدر فوتبال، چرا اینقدر فیفا، یه بارم بریم واسه خورد و خوراکمون ویدیو بگیریم واسه تون، و نمیدونم خوشتون میاد یا نه. واسه همه خیلی دوست دارم که تو کامنت ها حتما واسه هم بنویسید که از این سطح ویدیو ها دوست دارید بیشتر ببینید یا نه همون فیفا خودمون رو ادامه بدید. خلاصه که آره یه مقدار پول میدی و هر چقدر بخوای میخوری، ولی مشکلش اینجاست که فقط یک ساعت بیشتر وقت نداری و بعد از یک ساعت دیگه تمومه دیگه. بیشتر از این دیگه نمیدونم چی بگم. حالا بریم اونجا فستیوال سیتی، من خودم اولین بار دارم اونجا میرم، گفتم که به قول معروف با هم دیگه باشیم و یه ویدیو ازش درست کنیم دیگه، فکر کنم چیزی جالبه بشه. و این که بریم برسیم به فستیوال سیتی. از خونه ما هم تقریبا تا فستیوال سیتی یه چیزی حدود نیم ساعت 25 دقیقه طول میکشه، پس تا 25 دقیقه نیم ساعت دیگه میرسیم دیگه، برو بریم. یه توضیح دیگه هم که میخواستم بدم یادم رفت، هی مقدار گفتم، مقدار 49 درمه که برای ما میشه همون 50 درمه خودمون، نمیشه گفت گرونه و نمیشه هم گفت ارزونه. مثلا دارم میگم من اینجا خودم مکدونالد میرم، چون من معمولا وقتی مکدونالد میرم این طبقه های ساندویج هم میگم زیاد کنه، معمولا یه 2 یا 3 میخورم. مثلا 3 طبقه شو که میگیرم، یعنی 3 تا مثلا چیکن هست، مثلا طرف های 30-35 درهم میشه، ولی واقعا سیر میشم. ولی این حالا 50 درمه، اون چیزیش که مثلا جالب بود که هر چقدر میتونی بخوری، و مثلا من میگم شدی ببینم چند تا مکسوخاری میتونی بخوری. من خودم فکر میکنم 15 تا رو بتونم ایزی بخورم، دیگه بخوام ترای هارد برم 20-25 تا. ولی صبحونه ساعت 9 خوردم، تا الانم دیگه هیچ نخوندم جز مثلا میوه و اینا. خلاصه که آمادم واسه این که برم عشان به قول معروف بترکم. یکی از رفیقه هم داریم یاد، یعنی دوتایی با هم دیگه میخوام بریم، و دلیلی هم که اینجا تو ماشین دارم صحبت میکنم اینه که این چراغ خواب، این چراغ قرمز بغل خونه ماست که قشنگ این چراغ خوابه، و من تقریبا یه 2 دقیقه از پشتش هستم، میدونم بتونید ببینید یا نه چراغ خواب ما در اینجا.
و فکر کنم دیگه توضیحاتش رو دادم دیگه. یک ساعت بیشتر نمیتونی بمونی، 49 درهم هر چقدر بخوای میتونی بخوری. آها فرایز میده، سیب زمینی میده و همچنین یه لیموناد هم فکر کنم بده. موهیتو ببخشید، موهیتو. دوستان این هم دانتان دبیه، اینجا میگن دانتان دبی و اون تخت اون بلنده که میبینید برج خلیفه است. اول برج دبی بود اسمش، ولی به خاطر بدهی که دبی به ابوظبی داشت به اسم برج خلیفه تغییرش دادن و شبا کلن خیلی خوشگل میشه به خاطر کلن اینایی که داره. حالا برگشتنی اگه شد از اون بر که دارم میام هم یه واسه تو میگیرم که شبش هم ببینید، شبش خیلی قشنگه. حالا دوبه شبش قشنگه، وای بکنم الان هم بخورم دیگه به ترافیک های وجود داره. کلا از ساعت 4 به 5، یعنی 4-5 به بعد به سمت شارجه هم دارم، به سمت شارجه میرم دیگه. ترافیک حتی به سمت دبی دارم میرم، کلا اینجا کلش دبی، دبی خیلی باحاله، کلا اینجا دبی، ولی خب به سمت شارجه خیلی ترافیکه. ولی امیدواریم که امروز به ترافیک نخوریم و بتونم راحت و سریع برسم که فکر نکنم. بله همینطور که ببینید فلاشر هایی که زدن، یعنی که داشتن استوب کن اینجا برای که واقعا دبی ترافیکاش مشخصه. از ساعت 4 تا 8-9 همین ساعت دبی به شارجه که میخوای بری کلا اینجا ترافیک دیگه، هر روز هم باشه فرقی نداره، این روز کاری دیگه. و من یه اشتباهی که کردم حواسم به این قضیه نبود، ولی خب امروز کلاس داشتم، ساعت 3:30 تا 5:30 کلاس داشتم، مجبور بودم که بعد از 5:30 برم. بعد این زرنگا ساعت این دیله رو که 49 دارم میدی هر چقدر میخوای میخوری و فقط از ساعت 11 صبح تا 7 شب گذاشته، یعنی 7 بگذره دیگه این دیله به قول معروف نیست، واسه همین دیگه خوردیم تو ترافیک دیگه. ببینیم حالا کی قراره برسیم به این فستیوال سیتی کوفتی. بالاخره بعد از کلی گشتن یا بفرد نخون اونجا رسیدیم. آقا این هم از پارکینگه، ببینید پارکینگ پارک کنیم ببینیم که این آقا کجا فتران دنباره دستم هم برکنو پیدا کنم. بعد نگاه کن برنده بر سک بر نمیذاره اینجا که من اومدم. ببین کجا ها میام من، باید برم یه جایی که نزدیک باشه به آسانسور آسانسور، چون من برند ماشین رو پارک کردیم، داریم میریم سمت این پله برقی ها که وارد ماشین. ها اینم بگم کلن فستیوال سیتی یعنی معروف‌ترین چیزی که داره آیکیاش. آیکیا چیه نمیدونم، حالا اونایی که میدونن که چی، واسه اونایی که نمیدونن میگم دیگه لوازم خانگی نیست نتونی توی آیکیا بگیری و واقعا واسه من سردرده، چون من هر موقع قبل از مثلا با مامانم میومدم واقعا حالم به هم خورد، کلا آدم میام که از خرید و نمیدونم اینجور چیزا بدم، یعنی من خودم میخوام لباس بگیرم مامان بابام به زور میبرم من لباس بگیرم، خودم اصلا کلا از خرید اینا خوشم نمیاد. و اینجا معروف ترین چیزش همینه. الان بلورنا اومدیم بالا، بریم ببینیم رفیق شفیق ما کجاست. اصلا آدم میتونه بره همین پله برقی که یه برقی نیست، یه پله است، یه پله ساده است، کار نمیکنه. آقا اینجا رو میبینی این شهر بازی دورشه که مشکل نمیده، چهارشنبه ساعت 6 آخه کی باید بیاد
شهربازی این میریم سراغ فودکورتش. اسم اینجایی که داریم میریم فیمس دیوزه و الان میریم از جلسه مستقیم فیلم میگیرم. فیلم داره رفتیم نفس نفسن خیلی خلوته چون از دفتر من چون شمیش هم شیش بس خواستی نمیاد. بعد اینجا فودکورت فسوزیه فودکورت بلیت ها بزرگی هم داره خدایش بزرگه. اینا تی جی آی فرایدیز خیلی خوشمزه است. ولی خب نمیدونم شاید یه روزم وای رستوران مورد علاقه داشتنی اینجاست. چیز کیک فکتوری به نسبت رستوران گرونیه ولی به قول معروف پولی که میگیره حلالش میکنه. مثلا میگم پورشن قضیهش فرق میکنه، مثلا یه نفره داره دو نفره هم داره. من معمولا میرم دو نفرش رو میگیرم خودم یکی میخورم ولی خیلی پورشن غذای زیاده. آره 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 این پایینه. خب مثل که بعد بریم از اینجا پایین، من از این باید میرم. خب رفیقمونم دیدیم، بریم که داشته باشیم. داریم یاد بالا دست کن بده بودم. خیلی وقت بود نایمده بودم بده شده. این هم که مکدونالد دیگه غذایه هم مثل خست بود تور مکدونالد که ایفتینا همه توی همی فودکورت اینجا. آیه عارف خان سلام. سلام ستایدی دست نمیدی مش شده سلام مش خوبی؟ عارف آماده ایم امروز چل منو میتونی بخوابونی؟ ایشالله یعنی میتونی رکورد منو بزن. من به بچه گفتم ایزی ببین ماهی خوردم ولی میتونم ایزی هم 15 تا رو نهار ماهی دادم. خوردی؟ شهمن دادم. من ایزی 15 تا رو میتونم بخورم. تو نمیتونی 15 تا؟ نه 15 تا موقع ساده. تو الان ماهی خوردی نهار؟ بیا بشت هم میگم میخوایم بریم اینجا و اتا بریم نهار خورده دیگه. بیا منم بخوری ماهی خوردی میخوای 15 تا هم بخوری؟ کجا هست اصلا؟ او چقدر بزرگه. الان سکر الان بهتون نشون میده خداییش خوشگل داره چنهاره. یعنی از بیرون میبینی خیلی باکرات اسمش هم گفتن فیمس دیوزه. بریم که این دیله رو بخوریم. چقدر هم خلوته چقدر هم خلوته. آره دقیقا هیچ که توش نیست. آره چرا دو سه نفر هستم اون باید تهش. خب بریم تو ببینیم که این آقای فیمس دیوز واسه ما چی داره. چند تا مرغ سوخاری میتونیم برو بریم. خب آقا اولین چیزی که مهمه دستتو باید بشوری دیگه. دستتو بشور ببینم یه بار دیگه یه بار دیگه. خب میخندی؟ یعنی بعد گشتم صبحونه ساعت 9 فکر کنم خوردم و الان بعد گشتم. بعد گشتم حالا کی میخوان اینو بیارن؟ داره میاره واسه خودمونه بیا. خب ها 10 تا دونه که واسه من کم بوده. آقا وینگزه من نمیدونم ایرانیش چی میشه. بال دیگه بال سخار بال سخاری بهش میگن. آره آره ایرانیش میشن بال سخاری. اینقدر فکر کنم 15 تا هم کمه خودش دیگه. اینقدر نه دیگه هر چیزی داشتی اینقدر. درسته ما پشت کو اومدیم ولی با هلیکوپتر اومدیم. Sana sencinler koluma garbettim. Ne olur benim de gülüzüme bir ara bekle. همه هم اینجا واسه همه واسه این آفره اومدن. یعنی فکر نکنم کسی واسه غذا خوردن معمولیش اومده باشه. بچه این عارف که میبینید کم حرفه کلن اینجوری نیست اینقدر حرف میزنه مخواه حرفانه رفته. آره خجالت داریمش فکر میکنم واسه اندالی آره دوربینه که روشن کردیم. این با بیارید دیگه نوستان تازه فرایز میده درینک هم باش میده. ما اگه سفارش دادیم آره میاره دیگه. چی گفت میاره؟ اسکیز می
Do we need to order? Do we need to order? آخه اون اول از ما پرسید که آقا واسه وینگز اومدی، گفتیم آره. فکر کنم یه اوردر نمیخواد دیگه. چیکار لر؟ اوردر میدیم. دیگه چه؟ بچه مصفتو مالا یه آقا رو بستن. اونده؟ اسکیز می بگونز هست سپایسی؟ It's normal, yeah? It's normal. Yeah, okay. Can you ignore me? این دنسریس ها ازشون بعید نیست اسپایسی بزنن که ملی. حتی این آقای عارف خان خوراکش اسپایسی خوردن. خب بچه اومد یه سری توضیحات در مورد این که قرار نیست اینجا به فنا بدید ما رو. در واقع اینو گفتش که اول، یعنی قسمت اولی که میاره بالا رو 12 تا دونه اول میاره. بعد از این 12 تا هر باری باید اول 12 تا رو تموم کنین. تموم که کردید 6 تا هر بار 6 تا واسهتون میاره. و اگه مثلا یه 6 تا رو که تموم کردید مثلا بخواید 2 تا 3 تا دیگه بخورید، اون 2 تا 3 تا هم میاره که به قول معروف به قول خودش کیف کرده باشید. اگه نخورید سگ میخوره و به قول معروف لفت اوور، یعنی بمونه غذاتون. من سوالی که ازش پرسیدم اینه که به جایی که 49 درهم بدین 39 درهم باید بدین، چون گفت 39 درهم باید بدین. بعد گفت آره. بعد گفتم پس 49 درهم نباید بدین. گفت نه، علاوه بر اینکه 49 درهم رو میدید 39 درهم هم به خاطر اینکه لفت اوور دارید باید 39 درهم هم اضافه بدید. ولی خب سخت میشه از داشتنی بتونید شما پول بگیرید. من همه رو میخورم آماده. آها اینم بهتون میگم، فری ریفیل یعنی که هر چقدر بخواین. آها گفت آن لیمیتد کرلی فرایز. این سیب زمینی های هست اینجوری چجوریه؟ کرلی چی میشه؟ گر؟ نه فهمیده؟ نه فرفری. سیب زمینی فرفری ده بوده اسمش چیه؟ اینجا میگن کرلی فرایز. آن لیمیتد یعنی هر چقدر بخواید فرایز. ولی اینا باهوشن، دارن بهتون سیب زمینی میدن آن لیمیتد که به قول معروف سیر بشه دیگه. اینم البته آن لیمیتد کلا، یعنی هر چند بار که بخوام اینو واسمون پر میکنه. ولی فکر نکنم اینو گفتش اگه نخورید پول از فقط واسه آره فقط واسه ما. خیلی لوت یادم. چرا نمیاره؟ چه جونی دارید میکنید؟ همه بخاطر همین دیله میان دیگه. بردار بیا. آورد برو بریم آوردش یاب ثانکیو ویلکام. آقا اینم از این مرغای سوخاری که قراره بخوریم. از نزدیکم واسهتون بگیرم. این همون سیب زمینی فرفری هست. بریم ببینیم چند تا دونه میتونیم بخوریم. بشنزن خب آقا استارت بکنیم. بزمونم سوس نمیه؟ یه بیستش نمیشه تو سوس قرمز نمیشه؟ نمیاره؟ این یخم توند هست. سوس قرمز؟ یخت تونده؟ آره. یا اول فرش بخوایی نشو ببین. من تو ماشین نمیتونم پس نه سرکون نقم میاد یه خورده اونقدر نیست. آقا برو بریم اولیش. نه تونده کنم پچه مسابقه بینه حکی بیشتر کنم. تا در دقیقه پیش میگفتی ماهی خوردم کرد. من ماهی خوردم فقط تو بونه هیچی نخورد. این آقایی که میگه دیشب داشت با من بس میگرد که نه اما خوشمزه نیست اصلا تایپ من نیست. بینه من به کجای من میرسه
اینقدر سس به کجای من میرسه؟ دونده آبا پری تو گلو خدایش خوشمزه است. یعنی من میپسم، یعنی فکر کنم از بوفالو وینگز بهتر بشه ها؟ بوفالو وینگز هم چه وینگای خیلی معروفی داره و معروفترین چیزی که داره اینه که آی تاجی تونده. همون معروفترین چیزی که بوفالو وینگز داره اینه که خیلی سوسای تند میشه، کلا وینگاش تند هست و سوساش لول بندی داره و اگه اینا میخورن میمیرن و اگه ماکسیمم لولش رو بتونید بخورید فکر کنم اینه که غذا مجانی میشه. سلطانی نه، یه چیزی بهت میدن، یه جایزه بهت میدن، غذا مجانی میشه فکر کنم. لهجه شیرین اسپانی هم داره. سلامتی همه اسپانیایی که دارن این ویدیو رو میبینن. آقا تونده خدایش خوشمزه است. نمیخوام دلتون رو آب کنم ولی خدایش خوشمزه است. چهارمی تنده، خدایش تنده ولی اونقدر تند نیست. میگیری چی میگم؟ آها گفتم نمیتونید شیر کنید با هم دیگه بخورید، اینم گفتید شد حتی قانون منطقیه. ولی خب این چهارمی، این پنجمی دارم میسوزم، جدی دیگه دارم میسوزم. شمی ما حالا رسش کن دست دارم رو بعدی همین که این حرف کنیم چشم کتاب دو فهمیدم بچه گویه های نمکه دوباره بگیری؟ نه باید کامل بخوری ها. 39 درم میکنی تو بچه بگیرم؟ آره چشم آقایی که ماهی خورده دوازدتاشو تقریم که دو تا دیگه رو بیارم. چهار تا دیگه دارم. چجوری میخوری تو؟ حالا که به جان خودم اینا رو لفتوور حساب میکنه. حالا ببین من جد که درسته میخوری 32 درم گفت باید تو بدی ها، خیلی بد میخوری. الناس که دیگه عشقم هم در بیارم مانه تو نو 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 احب احب تنکی این در سرویس هم میخواد 39 درم رو بندازم تو پاچه همونه باره دادش. من خودم میدونم که اعتبارش بیادم دلتون نخواد ولی سیب زمینش تو چطه مونده یه وقت عارف داره میگه تونده. ببین چقدر تونده. من در نواسم هم آتیش میاد ازش. در سویس هم قصد چونی تون گذاشتن ها؟ تون گذاشتن که نه توی زیاد بخوری. آه خیلی تنده. اونقدر تند نیست ها ولی چون تعداد زیاد داره میخواییم اذیت میکنه تندیش. خدایی چت شماها چند تا میتونید بخواییم؟ من دیدی که اول قپی اومدم با خیلی میتونید بخواییم. خود 14 تا خوردی ها. من این دهمی خوردم، این 11 ام. چی جوری چادر؟ فلفل میپره جلو. اوف. 12 تا تموم شد. یه من از تو بعد دارم میشه
چه؟ سیاسی نهده در مرد تو میدیم خواهی که میدونی برد چی رو دارم برد ولی unlimited سیب زمینی شکم فنکی یکم بوداره یعنی فکرم ضرره ها یا نه سیب زمینی حتی نه واسه ما یا واسه ما واسه ما که داداش به نظر ما الان حلال کردیمش 14 تا خوردیم یا داشتم به بچه هم گفتم 50 درم نه خیلی گرونه نه خیلی ارزون یعنی به نسبت مثلا KFC بخوای بری بخوری 50 درم یه نفر KFC خیلی کمتر خیلی کمتر میتونی خرج کنی یا KFC بری بخوری تو 50 درم KFC غذا میخوری فوق 35 درم مثل مکدونالد دیگه آره یه نفرشون آقا یه چیزی بگم فر بخورید رکورده این رستوران یعنی کسی که رکورد این خوردن اینا رو داره تو یک ساعت فکر کنید چند تاست 64 تا از اینا 64 تا از اینا میگه دفعه هفته اولی که اومد 56 تا خورد دفعه بعد که اومد 64 تا تو یک ساعت خورد خیلی من حتما بنویسید سایز سایز بالا رو که دیدید چه جوریه حتما بنویسید که شما اگه اینجا بودید میتونست رکورد من خدایش فکر نکنید 14 تا کمه واقعا زیاد بود چون باید سیب زمینی دورش هم بود اونم سیب زمینی هم خوردم و thank you اما این حالا برای ما ناکو کلی نیبود چی؟ و این هم میتونید رکورد من رو بزنید حتی تو کامنت ها واسه هم بنویسید که آیا رکورد من رو میتونید بزنید یا آیا میتونید رکورد 64 تایی رو بزنید اون که دیگه وای ولی فکر نکنم بتونید 64 خدایی زیاده خب دوستان اینم از چالشی که چالش بود مساوی شدیم 14-14 28 تا رو هم دیگه خوردیم نفر 14 تا تجربه خوبی بود دیگه امتحان نمی کنم چون سوختم ولی باحال بود بودن که حال کرده باشید خب آقا این هم از ویدیو غذا خوردن ما و این که الان برعکس شده فیمس دیوز کسایی که دبی هستن یا میان دبی خواستن میتونم این امتحان کنم امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه از عارف هم تشکر میکنم که ما رو 14 تا نفری خوردیم لومبونی ممنونم که من همراه کرد تو این ویدیو یادتون نره حتما چنل رو سابسکرایب کنید اگه از ویدیو خوشتون اومده لایک هم بکنید کامنت سر این ویدیو خیلی مهمه یه بوس هم بدید بوس که کرونا سره کامنت حتما بذارید چرا چون میخوام بدم این سمت ویدیوها رو دوست دارید بیشتر ببینیم یا نه و اینکه اون زنگول خوشگله هم حتما بزنید که ویدیو جدید میذارم نوتیفیکیشنش واسه تون بیاد خیلی دوستتون دارم موضوع خوبیاتون باشید تا ویدیو بعدی خدا حافظ چاکس فعلاً